ډیرو قدرمن لیدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. سلامونه وړاندې کوم. دغه خبرونه دغه روز خبرونه ده. په دغه خبرونه کې په بېلابېلو موضوعاتو باندې له تاسو سره له بېلابېلو مېلمنو سره بحث او خبرې اترې لرو. له تاسو نه هم غواړو چې په دغه خبرونه کې تر پایه موږ سره پاتې شئ. د افغانستان د ژورنالستانو اخلاقي موازین تصویب شول. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ وایي چې د دغو موازینو په اساس به د خبریالانو چارې معیاري شي او خبریالان به په بې طرفه سره خپلې چارې پر مخ یوسي. هغه وویل چې که خبریالان له دې اخلاقي موازینو سره سرغړونه وکړي نو د رسنیو د بنسټونو لخوا به تر پوښتنې لاندې راشي. په مقرې دغه چمتو کړي ریپورټ ته وروسته پرې بحث کوو. عدم مداخله در مسائل خصوصی افراد، جلوگیری از اتهام بستن، خودداری از تهیه گزارش‌های تبعیض‌آمیز و حفظ بی‌طرفی از مسائلند که در مسوده موازین اخلاقی ژورنالیسم درج شده است. دیدبان نیای دارای حمایت از رسانه‌های آزاد می‌گوید که تصویب طرح مسوده موازین اخلاقی کمک می‌کند تا خبرنگاران هرچی بیشتر از پیش مسلکی و معیاری شوند. فدراسیون ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان و هر رسانه خود خبرنگار خاطیر مورد بازخواست قرار خواهد داد، نه حکومت. حکومت هیچ گونه دخل و تصرفی در این زمینه ندارد. حکومت نیز از تصویب طرح مسوده موازین اخلاقی خبرنگاران حمایت می‌کند. از یک سو به فرهنگ اخلاق مداری در حوزه رسانه‌ها کمک می‌کند و از طرف دیگر رسانه‌ها را در برابر آسیب‌های احتمالی بیمه کرده و مسئول می‌سازد. تصویب اصول و موازین اخلاقی کمک می‌کند تا رسانه‌های کشور یک گام بلند به سمت مسئولیت پذیری بردارند. با تدوین از این خلایی که وجود داشت، او خلا برطرف خواهد شد و ما خبرنگاران مسئول و مسلکی را در آینده شاهد خواهد بودیم که برای توسعه بیشتر از این جامعه حکومت کمک کنند. اصول موازین اخلاقی ژورنالیستان در حال تصویب شد که پیش از این حکومت قانون حق دسترسی به اطلاعات را تصویب کرده است، اما خبرنگاران همواره به خاطر دسترسی به اطلاعات با مشکلات روبرواند. ډیرو قدرمن لیدونکو، په سټډیو کې له ما سره حافظ الله بارکزای د افغانستان د ژورنالیستانو د شورا رئیس دی چې دوی ته ښه راغلاست. بارکزای صاحب، د دغې اخلاقي موازینو د طرحې یا مسودې تصویب د افغانستان د ژورنالیستانو یا د رسنیو لپاره څومره ارزښت لري؟ مننه د کورمودان. زم په خپل وار د آریانا نیوز لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او خپل همکاران ته. رالو دې خبره ته چې دغه کودونه چې موږ خبرې کوو، اصلا څوک چې مسلکي دی، څوک چې د فاکولتې نه خلاص شوی دی، خپله په کودونه باندې پوهیږي. او دا چې هر ورځ لکه د مقررې چې تیر کال تصویب سو، همدا اوس هم ستونزه لري، قانون د لاسرسي هم ستونزه لري. موږ همیشه دا ږغ پورته کړی دی، خو متاسفانه په افغانستان کې همیشه دا کارونه په اساس د روابط دي. اوس دغه فدراسیون یا دغه نی خپله د فساد ځان دی، یعنی معلوم کی چې دومره پیسې افغانستان ته راغلی دی د نی په نامه، دی باید حسابي ورکړي مطابق د لاسرسي د قانون. دوم خبره دا د فدراسیون په نامه چې څه جوړ سوی ده، یو تعداد خو بالکل د فساد په فساد کې غرق دی، که فساد اخلاقي ده، که فساد د پیسې دی، یا نور کارونه یا قومي ده. نو رالی دی خبر ته که یو نفر مباره به دی کارونه به هغه جلا خبره ده. سو کسان جمع سوی ده او رئیس بی جمهور لکه ما اونینه چه ویان دویان خصوصا ناتوان خلقو مقرر کرده دی پاساس در روابط طول کارونه سو دی. زیب تاست مثال وایم داغ کودونه رفرندوم سوی ندی، او دا کودونه باید رفرندوم سی پا سطح دی افغانستان. پا دی کودونه باندې د افغانستان د ژورنالیستانو شورا په افغانستان کې دیرش ولایت کې نمایندګي لري، یو مرکز د اماهنګي هغه د اماهنګي د ژورنالیستان چې یو نهاد دی، انجمن د رادیوګان چې هلته رادیوګانې راغلی دی، راغلی وو چې دوه زموږ رئیس هم راغلی وو هلته، هلته هم چې څوک راغلی وو، یو تعداد کسان کارمندان د ادارې وو نه ژورنالیست. موږ معلومات لرو. نو د دې په څنګ کې چې نه داسې کارونه کې اول په خپله نوم چې د دیدبان د رسانې حمایت د رسانې دی، باید په خپله بخش د خپله عنوان باندې سر د خلاص کې، بیا به وروسته دغه کارونه لاس وهي. چېرته چې په ملک قانون د اساسي خامخا ټول مشکل او ستونزه حل دی. موږ په دنیا کې فدراسیونونه لرو، یعنی څه چې فیصله کنونسیونونه فیصله کړي دي، موږ مطابق د فیصله د کنونسیونونه او قانون د اساسي. ولې چې دا خبره په
دیاله سوا اتسلویختم کال که بالکل امضا سویده افغانستان په صفت یو ملک چې یو سلو پنځوس ملکونه وو. نو دغه کودونه چې دوی جوړ کړی دي او رئیس صاحب جمهور لکه د دې بیان ورس ازادي بیان ورس دریم دی می یعنی په اساس د سلیقې یو تعداد کسان ته ستاینلیکونه ورکړ او یو تعداد کسان رئیس صاحب جمهور اوس غواړي چې سانسور رامنځته کړي. رئیس صاحب جمهور څه چې تاوت ازادي بیان ته ورکړي دي اصلا معکوس حرکت کوي، احساساتي حرکت کوي. زه فکر کوم چې زما په نظر اکثریت نهادونه مخالف دي. کاریشتیا که تزره که کاریشتیا مطبعات در رئیس جمهور اکتیف و فحاله دی خو مشتا ما اول ور کرده و که درم دیمه و که دغا و چه مشت سوایی ورده دغا که دونه داست یو کتاب دی چه پسطه دی جهان دی مجبور دی چه مطابق دی دین حرکت با وکو او قانون اساسی پر زه لکه د دغه کتاب کودونو ته اشاره وکړی په کوم موضوعاتو باندې اکثریت موضوعاتو باندې د هر یعنی ټول ژورنالیستان رسانې باید مطابق د قانون اساسی باید حرکت وکړي. که امنیت د رواني دي حق نشي کولی حق نه لري چې داسې خبرونه چې لکه اسپینجر وزنانه یا یو مثال یو پښو یا سر مثال په انتحار کې یا هغه کې ضرور حق نه لري. نورال دې خبره ته چې اصلا قانون اساسی لرو بلکل معلوم دار دی جورنالیست یو آگاه سره دی باید مطابق ده اصول حرکت بکی مش نریوال اصول لرو بیطرفی صداقت توازن دی مگر متاسفانه معکوس حرکت دی دستی کسان رازی و دینجوگان پیسی اخی انجوی نی فلانی 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 لکه تاسو تمام مخ گوائل رئیس جمهور مدبعات دیر ضعیف دی اصلا پاساس در رابط حرکت کی کودون یعنی چه؟ معلوم دار خبر ده چې یو څوک که د کورسونه خلاصیږي یا فاکولټۍ وایي پوهیږي په رسنۍ کې چېرته حق لرم چېرته حق نه لرم. متاسفانه فقط یو بزنس روان دی لکه یو څو میاشتې مخکې په دې اروپا کې د کمیته د مسونیت دخوانه او دغه فدراسیون دخوانه پیشنهاد وسو سفارت سویزدان ته چې درې لکه ډالر ورکړي چې موږ کودونه جوړوو موش د بیان ازادي ورسته منځه برغزې سپتا سوې په دې کې دوی دغه د نه بنسټ پیسې اخیستي یا د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره هیڅ ګټور نه تمام زه فکر نه کوم لکه چې د مقرره تروسه عملی نه سو امده سي لاسرسي رئیس جمهور تقریبا دوه کاله مخکې د افغانستان د ژورنالیستانو شورا سره کښېناستل وویل چې مسونیت امنیت او مسونیت د رسانې څه کار دی وکړو په تیوري کې ډېره ښکلې خبرې دی وکړو دروازه بند سو قلای جنگی غنده او سمده چه آلات روان ده او سوال داده چه دومره کسان چه دو ولایات نه رالل چه پیسه ورکر حکومت که حکومت که دکتر عبدالله ورکرده ده که دکتر سبغنی ورکرده ده خدا خوب مستقیما مداخله ده دغه مطبوعات ته ده ازادی بیان ته ده که دونر ورکرده ده باید دام سپینه سی دا پیسې دومره کسان چې کارمندان د ادارې کې څو نفر مدیر مسؤول د رادیوګانې وو نور اکثریت کارمندان د ادارې وو د دې د خاطر نه چې لس زره روپۍ هغه ترانسپورټیشن ورکړي هغوی راغلل. یعنی که ریسیا رئیس جمهور غواړي عدالت به وکړي باید دغه ټولنې که یو دی اول خو باید زیات نه وي په دې وطن کې مطابق د قانون د څلور دېرشمه د ماده مګر د اوس چې دوکانونه خلاص سوی ده اقلا د دې مطبوعات باید ډېر حذار وي. بلې بارګزای صاحب داسې په کومو مواردو باندې بحث شوی چې ستاسو نیوکې هم راپارولی دي؟ مثلا دلته د خلکو په خصوصي مسایلو کې لاسوهنه نه کول، بېطرفي له تبعیض ډک راپورونه د ژورنالیستانو په اخلاقي موازینو کې ویل کېږي چې رول لري. په قانون اساسي کې شته که پنځه ویشتمه ماده دي که بله ماده دي څوک اریمي خصوصي ته نه شي کولی چې مداخله وکړي که خبریال وي که هر څوک به وي خپله قانون د اساسي کې شته څه ضرورت و څوک چې ژورنالیست دی خبریال دی حتما دغه قانون د اساسي نه یو څو مادې نه خو آګاه دی یو څو کلمې خو زده کړې دي که کمرمن یعنې د مسلکي کېدو لپاره د یو خبریال دغه طرحه هیڅ مرسته نه شي کولی. خپله چې مسلکي نه دی فرض د یو ټولنې دی اکثر ژورنالیستان اوس په رسنیو کې تقریبا که موږ ویو 50 فیصده یا حداقل فیصدی که ونه شو ویلی غیر مسلکی کسان هم شته چې په رسنیو کې کار کوي. نه د ژورنالیستان خامخا داسې موږ ژورنالیستان هم لرو چې ډېر استعداد لري اما دغه مسوده د ژورنالیستانو لپاره دی لکه د ظاهر تنین چې یو وخت د کورسونه د ژورنالیستان نه خلاصوی وو
بلاخره ځان دی ورسول مش په ژورنالیستان باندې نیو کنه لرو په دغه ټولنې باندې نیو کنه لرو آیا کوم ژورنالیست لیدلې چې تاسو رئیس د حقوق دانان سوې متاسفانه اوس دغه ټولنې چې درس ورکی سازماندی کی راهنمایی کی دا باید مسلکی وي کادرونه باید مسلکی اوس خبره دادی هر څوک راځي یو دکان خلاصي حکومت بده دی وزارت عدلیه وزارت اطلاعات فرهنګ وزارت خپل اطلاعات فرهنګ یو ضعیف وزارت دی وزیر یو شاعر دی در حالی چې اطلاعات په اول قدم په دنیا کې دی نورال دی خبره ته چې دغه اول خو دغه کودونه موږ سره باید شریک کړی وو دا کار دی وزارت اطلاعات کلتور وو چې یو همغږي رامنځته کړی وو بیا به وروسته رئیس جمهور ته بتلی وو موږ باید بس کړی وو چې مثال هغه اړین خصوصي ته تعرض کوي دا خو په قانون اساسي کې ده تا نور د په خپله چنته کې څه شی لري د کودونه په مورد کې دا به بهتره وو یا به کښېني څو کسان کله رئیس کېږي کله معاون فقط اما دغه دوکانداري ده او دغه حالت ده او دغه حکومت دی بیا دغه کې اوس دغه اقیار سټم زه وایم چې څه حق لري مطابق د نولسمه ماده د قانون د اساسي چې امنیت نیسي حق د ازادي عقیده فکر لري ته کوشش وکړه په صفت د حکومت د دې سره کار وکړه چې په کوم حساس اخلاقا ته په هغه کې واچې خو خامخا فشار هم ورباندې راوړي چې سبا به ووایي چې تاسو هم د ژورنالیزم په چارو باندې د رسنیو په چارو باندې آگاه یاست یعنی ازادي بیان یا د بیان وینا او ازادي تر دې حده سم دی چې یو کس چې ترهګر دی یا په افغانستان کې ستر فعالیتونه ترهګریز فعالیتونه ترسره کوي هغه ته یو څوک راشي شهید وایي ګوره دا عقیده د ازادي د فکر دی یو سړی دی مبصر د سیاسي دی دولت باید داسې ابتکار وکړي داسې خدمتونه باید عرضه وکړي چې دی به ورته وایي چې نه دا ترهګر دی قناعت به ورکړي مګر نیول موږ دغه نولسمه ماده یعنې دا امضا کړی دی دا موږ منلی دی د حقوق د بشر مطابق د دې نه باید حرکت وکړو که دولت کوم اسناد لري دا هم باید وښایي نه په فشار په اساس نه د دې نه چې په اساس د فلان زه به مثال مخالف د ډاکټر صاحب غني یم یا د فلانه یم باید سبا ما ونیسي حق لرمه مګر خلاف د قانون د اساسي نه مطابق د اصول مطابق د دې قانون د اساسي دا زما حق دی چې نیوکه غني صاحب باندې وکمه زما هدف څه شی ده زما هدف که نیوکه کومه اصلاحات دی زه نه طالب یم نه د غني نفر یم نه د عبدالله نفر نه د بلچه نورال دې خبر ته دا خو زما حق دی دا نولسمه ماده حق ورکړی دی هغه وخت چې امنیت د رواني د خلقو یعنی سوال لاندې راځي بیا حکومت حق لري چې باید سوال ځواب به وکړي هغه هم په تېره ښه اخلاق نه فشار نه زور اخلاقا غواړي چې په کوم اساس ورور خبریاله سیاسي مبصره هر څوک چې به وي نو اوس راهلو دې کودونه ته خبره د دې کودونه دي زموږ د خوانه رد دي بیا هم غني صاحب ته وایم رد دي بیا هم درته وایم رد دي بیا معلومیږي چې د تا خبره عملي کیږي که ته غواړې په صفت د رئیس جمهور که د تا ټیم ډېر قوي دی مطبوعاتي خو ضعیف ده باید ټول دوستان را دعوت کړی وو حوال ته په وزارت اطلاعات فرهنګ باندې تصمیم ونیسه چیرې د مسلکي په دنیا کې اطلاعات په اول قدم کې دی سلیقوي برخورده دغه شورای عالي رسنۍ چې جوړ سو دلته بومیا صاحب ناز دی په کوم اساس بله په مسلکی کسانو باندې بحث نه دی شوی اما صرف دومره دا ریپورت فکر کوم البته زه وایم چې نیوکه زما دا دی چې په اساس د سلیقې نشي کولای چې موږ مختلف په دغه کودونو کې له هغه موارد چې په دغه کودونو کې ورته ځای ورکړل شوی د تبعیض امیزو ریپورټونو نه خپرول او بېطرفي د خبریالانو ده چې خپل بېطرفي وساتي ستاسو ارزونه چې بالکل معلوم ده چې تبعیض دغه شیان ستاسو ارزونه چې د رسنیو په چارو باندې هم پوهیږي څومره رسنۍ په تیرو دیارلسو کلونو کې توانېدلی چې دغه اصول په پام کې ونیسي او د دغې طرحې وروسته به څومره وتوانېږي ګوره حسن دغه په افغانستان کې چې مطابق د 15 دیرشم اصل اردوشم ماده د قانون د اساسي چې درسانه قانون دی یعنی ګوندونو ته هم حق ورکړ شوی دی چې باید یو ګوند یو ټولنې یا خارجي کسان
کولی سی چی یو رسانه جور کی زوایم چی یو تعداد مشکل استه زنوایم چی مشکل نسته خو مش فضل خدای قانون ده اساسی لرو مش دیدی پسند کی هر یو خبریال خپل رسانه چنچ کی امتحان اخی بیادن زما په نظر زموش رسانه یو تعداد زیادی پرمختګ کړی دی یعنی واقعا په تیر ویلو سره کلونو کې کوم اصول چې په دغه مساویده کې په ورته پر بحث شوی دی دوی په پام کې نیولی څومره رعایت شوی ساتل شوی یعنی تر یو حده مګر خپل دغه مقرره یا دغه لاسرسی د قانون یا دغه اوس کودونه په نامه چې دا مشته شرم دی په صفت یو ژورنالیست چې هر څوک موږ ته راځي او کود جوړوي دا شرم دی دا ستونزه لري خو دغه مقرره چې جوړ شوی دی اوس ستونزه لري په دې باندې هم خبرې اوسو دغه مبارز راشدي دغه نایو پایو دغه شایان جمع سوی او جوړ چې په دې اول زه وایم چې په مطبوعات بخش کې یا مطبوع بخش کې باید یو ژورنالیست لاړ سي یعنی شل زره تضمین ورکړي همداسې رسانه او سراسري او محلي ټول دوی محاسبه کړي نه وو چې دغه ژورنالیست څه ضرورت لري چې باید شل زره تضمین ورکړي دا کوم متمد دی دولت پیسې ورکړي یا دغه آریانا رسانه جوړ شوی دی یو افغان دی سرمایه گذاری کړی دی دی تضمین ته څه ضرورت لري دا خو ټول نهادونه چې دی عامل منفعه دی خدمت ارزه کوي مارکیټینګ دی حتی نه رسیدلی نه دی چې باید داسې کارونه وسي اوس خبره دا دی دا یو غټه اشتباه تضمین ورکه آیسا ته لاړ سئ 50,000 دغه ته ورکه یو نشري نو رسانه خو پرېږده آیسا څه کړي دي خو محاسبه نه وه سلیقه یو برخورد وه لکه د مبارز راشدي د سابقه مهین ته مې تلیفون وکړه چې په کوم حساس دغه مقررې جوړ سو مامین د دوم د رئیس جمهور امضا کړی دی دغه تیم د فدراسیون هر شی چې دی په نامه تللی وه اوس دغه ستونزه په د افغانستان کې دادی دوی غواړي چې بس سانسور رامسته اوس بارکزای صاحب که چیرې د دغه اخلاقي موازینو کې چې دولت پکې څه ونډه نه لري که خبریالانه دغه دولت څنګه دې ونډه نه لري معلومدار ده چې په اساس د سلیقې چې ما او فلانی 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 را دعوتوي د عبدالله خوری دعوتوي د فلانی دعوتوي دا معلومدار خبره دی پرون د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ رئیس توحیدی صاحب ویلي وو چې په دغه اخلاقي موازینو کې دولت هیڅ ونډه نه لري که چیرې خبریالان دغه موازینو سره سرغړونه وکړي د رسنیو د بنسټونو لخوا به څه ډول نشي کولی چېرته چې به ملک قانون د اساسي مطابق د قانون خاط عمل کوي یعنی خبریالان کولی شي له دغه مسودې سرغړونه وکړي ګورې څه چې قانون اساسي وایي هیڅ وخت نشي کولی سچ قانون د رسانه وای خب بارکزای صاحب یو پښتنه دلته ده چې دغه مساوده هم د اساسي قانون سره په ټکر کې نه دی ګوره ډیر مواد غواړي وستغه مساوده ډیر مواد غواړي زه وایم چې تاسو یو مثال ورکړئ حریم د خصوصي دا په قانون اساسي کې څه نور څه ټکر لري په د ژورنالیزم پر سر کې چې قانون سنونه وای ته پر رئیس جمهور باندې ومني څه ټکر لري دا معلومدار خبر ده چې اوسوب رسانه ځان ته جوړي مطابق د قانون اساسي جوړي او هلته طرز العمل جوړیږي متکی به طرز العمل باید فعالیت وکړي پر اساس په دې سره نو د لاسرسي قانون چې کله د اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون چې کله د حکومت لخوا تصویب شو تاسو ویل چې په لایشه باندې همدارنګ خپل خبري اعلان هم پرون په دمدغه ریپورت په شمتو کولو کې ویل چې لګنو ستونزو او تاوتریخوالو سره هم دوی مخ دي څومره به په دې سره دغه مساوده خپل لاره پیدا کړي او په افغانستان کې په لایشه د رسنیو لخوا زه فکر کوم چې دا دوه کاله تیر سو ما مخکیم دا نیوکه وکړه چې دا ستونزه لري شپلاسمه پنځلسمه ماده یعنی هیڅوک حاضر نه ده چې یو نماینده د امنیتي خپل ریپورت به ورکړي یو بخش دی تر اوسه پلی سوی نه دي رئیس جمهور موږ سره وعده وکړه چې موږ غواړو چې تحقیقي ژورنالیزم چیرې دی تحقیقي ژورنالیزم د تا دروازه خو دې ولونه پورته سو څو وارې د افغانستان د ژورنالیستانو شورا او نور ټولنې مراجعه وکړه د تا همکاران ټول سلیقوي برخورد وکړو چې مصروف ده مصروف ده مصروف ده او بیا هم به مصروف یې تر اوسه چې پلی نه سو دومره ستونزه موږ چې ژورنالیستان لرو همغږي نه سته هر څوک په خپله نظر څوک چې ژورنالیزم مسلک عزم کړی دی هر څوک چې خامخا اصول بین المللي نړیوال اصول باندې پیږي
قانون اساسی بندی پی. یعنی ما مخل دسته ویل چی جورنالیست یو آگاه سری آگاه خاماخا دسی کار نیکی چی سوکت تاوان ورسی خو یو تعداد کسان چی پاساس د تنظیمونه دی او سیاسی دی او غواړي چی یو نظام پتا نه دغلطه ده چی په ازینی رسنۍ هم د وسم په افغانستان کې په تبعیضانه په تبعیضامیز ډول باندې فعالیتونه تر سره کوي ما دغه معلومدار خبر ده یو تعداد رسنۍ سته ډیر محدود دي ډیر محدود دي د سیم رسنۍ سته چې حکومت ته ځواب ورکړي خپل رئیس جمهور نشته ولا چې څه دي له دوی سره مرسته کولای نشي ترته مسلکی خپل فعالیتونه په مسلکی ډول حکومت یا حکومت چې په فساد کې غرقي زه فکر نکوم او امجری د وطن د خاطر د ملي ګټو د خاطر حتمی ده مګر داسې نه چې اوسوک خپل فساد کړی دي بیا هم تاته راځي او تبیا نوازش کې یوز د دینه چې د دینه محاسبه واخی چې د ژورنالیستان پیسې پنامه چې نړیوال ملکونه مرسته وکړي خو څه تولنې ته وایمه چیرې دي موږ خپله اعلامیه هم صادر کړه دوهم اعلام پرون هم موږ تاسو رسنۍ ته هم راغلی دي چې باید څومره پیسې چې راغلی دي باید نړیوال ملکونه مننه کوو چا ته ورکړي دي چیرته مصرف شوی دی همدغه فسادي کسان ځي دغه سره کښېني د یو کور نه څوک کور جوړ کړو قومي خبره ده ژورنالیست هیڅ وخت دا کار نه کوي اوس بارکزای صاحب د دې لپاره چې رسنۍ په افغانستان کې معیاري شي څه ګامونه باید پورته شي که چیرې تاسو ویل د ډول مساویدو سره چې تاسو ویل اساسي قانون شتون لري چې ضرورت دی ته نشته چې داسې مساویدې تصویب شي څه باید وشي څه ګامونه باید پورته شي دا معلومدار خبره ده چې امجغي رامنځته سي رئیس جمهور سکه او نسکه و نه کی روابط به هیڅ کې چې ډیر د عدالت کې متاسفانه د دې په څنګ کې موږ کولای شو چې مثال ارتقای ظرفیت د خاطر کار به وکړو ولې چې یو تعداد کسان دي چې په یو تعداد رسنۍ کې اصلا ناتوانه دي خو په اساس د سلیقې په اساس د شناختونه جسوبې دي تفکیک نشي کولای زه دا خبره منم اته زموږ په ویاندویان کې ډیره ستونزه سته نورال دې خبره ته چې دا امجغي خواري زما په نظر تر هغه وخت چې په افغانستان کې اساسی قانون پلی نسی زه فکر نکوم چې نتیجه به واخوت دا حکومت دی فساد غرق دی زه مثال په توګه تاسو وایم تر محکمې پورې چې ریاست د محکمې دی دی وایي چې فساد اشکارا کې د تا اکثریت کارمندان په فساد ککړ دي او توفنګ والا هم دي څه کولای سي موږ سره وعده وکړه چې دا غزد میدان چیرې دی دا غزد میدان هغه یو خبر د تیوري دی سیاست مداران دی بس نو خلق ته وایي چې دغه خبر دی موږ د افغانستان د خطر کار کوو آماده یو مګر داسې نه چې سکه و ناسکه وکړي ډاکټر صاحب غني کار دی وکړه موږ هم کار دی کوو مطابق د قانون د اساسي مګر که ته غواړې همجغي وکړي تا اول باید تفکیک کړی و چې د ولایت نه راغلی ده دلته ژورنالیست راغلی دی کارمندان د ادارې پیسې چا ورکړي تا ورکړي دي یا ډاکټر صاحب عبدالله یا تلویزیون د تلو څوک ورکړي دي په همداسې لکه چې دا مقررې توشیح شو ختم شو اوس هم ستونزه لري داسې خو نه کیږي چیرته په یو ملک چې که یو قانون جوړیږي که مقررې جوړیږي که طرزالعمل جوړیږي دا راتلونکو ته محاسبه کیږي نه چې دا ستونزه به خبریالان ته یا نور خلقو ته پیدا کړي متاسفانه داسې حالات هم دا ستونزه څه د خبریالانو لپاره دغه مساویده رامنځته کولی شي مثال د مقررې زه به د دسته بیا وایم ایسا څه ضرور ده چېرته شریک شوی ده ایسا تر اوسه رسنۍ ته مرسته کړې دي نه په دې چاپي بخش کې یا مطبوع بخش کې آیا سرمایه ګذاري شوې ده په سوال لاس کله نه یو ژورنالیست غواړي چې واقعتونه اشکاره کړي نو ژورنالیست پیسې د دې چاپ د اخبار نه لري در حالې چې په نور ملکونو کې کاغذ هم ورکوي سبسایدي هم ورکوي هر شی مګر په افغانستان کې په مطبوع بخش کې داسې حالت دي نو ډیره مهمه په مطبوع بخش چې افغانستان ملت ته ارزښ لري یعنی جهان سیم ملکونو ته رو به انکشاف ته ډیره معاصر دي تاریخ د معاصر دغه منبع او ماخص دغه مطبوع دي اوس به ختم سي نو د دې په څنګ کې تضمین سمانه دغه رسانه ټول متمدین دي نه اغم راکټ په وزارت مالیه کې دوی هم نشي کولای په دغه حساب نه باید سرمایه گذاری وکړي ولی دوه یو شخص دی حقیقي حکمي یو رسانه جوړ کړی دی حق لري چې باید
مطابق د قانون فعالیت خدمت به وکړي. نو ته څه حق لرې چې تضمین وضع کړې؟ ته څه حق لرې؟ تا خو یو مصوبه وکړه مطابق د شرایط او زمان قانون جوړیږي. مطبوعات څه مرسته سوې ده؟ ولې مطبوعات په دې حالت کې دي؟ ولې ژورنالیستان بې سرنوشت دي؟ خو معلومدار خبر دی سبا په آریانا کې چې اقتصاد نه وي خامخا ژورنالیستان رخصتوي. دا اصلي ستونزه چیرې دي؟ یو مقرره چې جوړیږي ډېره دقیق محاسبه کیږي. خو دغه دوستان چې لکه مخکې ما نومونه واخیستل جوړ کړي دي اوس په بل نامه اوس دغه طرز العمل هم جوړ کړي دي. په دې معنی چې ډاکتر صاحب غني خوشحاله به وي معلوم به سي چې دا پلی کیږي یا نه. له تاسو نه مننه کوم. سلامات ډیرو قدرمنو لیدونکو، حافظ الله بارکزای د افغانستان د ژورنالیستانو د شورا رئیس لمسره په سټډیو کې او د افغانستان د ژورنالیستانو د اخلاقي موازینو چې پرون تصویب شو پر بحث او خبرې اترې درلودي. دغه خبرونه دوام لري. زموږ نور همکارانو سره ملتیا مو وکړي. صبح خیر خدمت شما عزیزان و بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون جهانی آریانا نیوز و برنامه آغاز روز. من مرتضی دانشته لحظه با همکاران بخش تکنیکی در خدمت شما عزیزان هستیم. طبق روال هر هفته روزهای پنجشنبه و در هی لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم با مهمترین موضوع ورزشی هفته که گذشته و به هر صورت میخواییم بررسی کنیم مهمترین رخداد را که همه شما ایزان مستحضر هستین، در جریان هستین که تیم کرکت حبیب بانک پاکستان به افغانستان آمده و در شهر کابل کرکت بورد افغانستان از این باشگاه پاکستانی میزبانی میکنه نزدیک به دو هفته و دو بازی چهار روزه و چهار بازی یک روزه بین دو تیم انکشافی افغانستان و حبیب بانک پاکستان در کابل در جریان است که دومین مسابقه چهار روزه دو تیم آغاز شده و دومین روزش را سپری کردیم که امروز سومین روزش قرار است برگزار شد. به این منظور و در خصوص بررسی این بازی که ببینیم تا چی اندازه ساورد داشته برای کرکت بورد افغانستان با آقای محمد فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز در برنامه با ایشان بحث و گفتگو میکنیم که ببینیم تا چه اندازه کرکت بورد افغانستان دستاورد کسب کرده از این مسافه دوستانه و چه نتایج مثبت را به بار آورده برای کرکت کشور ما. آقای هوتک شما را خوش آمدید میگیم به برنامه. از همینجا شروع میکنیم که چطور بوده بازی تیمای انکشافی افغانستان و حبیب بانک پاکستان، تا چه اندازه دستاورد هایی داشته برای کرکت بورد کشور ما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دانش بحر اموال تر باز شما و به تمام بینین ها سلام های خود تقدیم میکنم. تشکر از این که ما رو دعوت کردیم به برنامه و در نخست ما باید یاد آورشم تشکر میکنم از شما که در عرصه نشرات کرکت افغانستان همراه ما همکار هستین و همیش خبرهای خوبی را از طریق رادیو تلویزیون خویش به نشر رساندید. ما جهان سپاس میکنیم از شما. جناب دانش صاحب تبریک که شما یاد آورشین. واقعا که ما یا اداره کرکت بورد افغانستان به نخستین بار موفق به این شد که یک تیم قوی را دعوت کنه و اینجا در کشور میزبانیشان را کنه. این تیم که از تیم HBL پاکستان است که بازیکنان تیم ملی پاکستان در این تیم بازی میکنند. کپتان این تیم که از آنها هم بازیکن تیم ملی پاکستان است. تیم قوی است و یک تیم خوب جور شده. طور که شما دیدین در بازی نخست که قرعه بازی را که تیم HBL پاکستان برد یک هدف کلان را تعیین کرد. در هدف نبود، یعنی در اننگز اول 5-7 دویش را انجام داد که در جواب تیم انکشافی کرکت افغانستان توانست ای هدف ای دویش های زیاد را به دست بیاره و بیشتر از یک انجام بده که 615 دویش بود، بیشترین دویش بود و ما از اینها لید گرفتیم. همه قسم در اننگز دوم باز وقت به ختم شد، وقت از بازی ختم شد و بالاخره بازی مساوی به پایان رسید. یعنی یا اینها هم یک تیم خوب را آماده کردند و ما هم اینجا برش یک تیم خوب آماده کردیم، توانستیم که در اننگز نخست از اینا لید بگیریم یا پوینت بگیریم. تیم ما الحمدلله یک تیم خوب است. ما برای بازیکنان نو خود بیشتر چانس دادیم که بازیکنان تیم ملی است و تیم 19 سال و تیم الف اینها در این تیم اشتراک دارند. همه قسم مرتبا گفتم میتونم که بازی دوم فعلا در جریان است و این بازی در قرعه از بازی را تیم HBL پاکستان برد. این بازی هم چهار روزه است. دانش آنها
فیصله بالینگ را کرد، بیتینگ را به افغانستان داد، یعنی دعوت را به افغانستان داد. افغانستان در حدود 394 دوش انجام داد که در اونجا تیم اجبال پاکستان نتوانست که در اینینگز اول هدف را به دست بیاره. بسیار به دوش های کم ما توانستیم این را بکنیم به اکثر 50 دوش و اینینگز دوم را افغانستان آغاز کرده دیروز که در این اینینگز جناب دانش صاحب افغانستان توانسته که 20 دوش را به دست بیاره، بازدست دادن 3 بازی کن. امروز هم بخیر بازیکنان ما بازی میکنه، ببینیم که تا چی حد اینا هم میتونن که وکت های خود را نگاه کنن و چقدر شاید دیگر انجام بده تا بعدا تیم اجبال پاکستان پوره کنن. این بازی ها تا حال بر ما خیلی مفید تمام شدن. واقعا ما این را درک کردیم که افغان های ما امرای کرکت را خواهمندی زیاد دارن. باور کنین که با شمول رسانه شما رسانه دیگه بسیار علاقمندی دارن، همیشه امرای ما در برنامه ها هستن، همیشه نشرات دارن، همیشه برنامه ها رو نشر میکنن و همین قسم برتان گفته میتونم که خبرای ما نشر میشه و مردم علاقمندی بیشتر داره. تا جایی که ما میبینیم امرای ما افغان های ما که به تماس میشه خیلی خرسند هستن در مورد مسابقات. در پلی ازی ما بازم برتان یادوار شما میتونم دانش محترم که بعد از این مسابقات 5 اوره شروع میشه که مسابقات یک روزه است، باز در هر دو تیم تغییرات می بازیکنانشان تغییرات پیدا میکنن، بازیکنان دیگه شامل از این مسابقات میشه در بازی یک روزه که بله، بله، بله در بازی یک روزه که او بازی ها در به تاریخ 29 می و 31 می، یعنی 3 روز دیگه، بله، و همچنان 2 و 4 جون راه انداخته میشه قبل از رمضان مبارک به پایان میرسه. برای بازی ها ما آمدگی خاطر بازی ها در میدان کابل الکوزه در همینجا برگزار میشه. ما سعی و تلاش نمودیم با یک تعداد رسانه ها کوشش کردیم که مسابقات را نشر کنیم، اما بعضی رسانه ها که همیشه همراه ما همکاری کردن ما از پیشان خفه نمیشیم، همیشه همکار ما هستند، آنها نتوانستن که برنامه را برای ما کاور کنند، اما باز ما در این سعی تلاش هستیم که تا بتوانیم که از طریق یک چینل این را بر هماتران عزیز خود نشر کنیم. خب هماتران بله اتاک سر بحاله میم سر مسئله خود در ساورت های کرکت بورد افغانستان تا چی اندازه به نظر شما این مسابقه دوستانه که برای اولین بار یک تیم خارجی از خارج از کشور میاد در کابل میزبانیش شما میکنین، چی دستاوردهایی داشته برای کرکت بورد افغانستان که بتونه در آینده حتی بازی های بزرگتر ملی را بتونه در خود کابل در افغانستان رو میگیم یا کابل یا شهرهای دیگه میزبانی کنه؟ خیلی خوب، در این عرصه وزارت داخله امرای ممکار است، تشکر میکنیم ازشان، بخش های دیگه امنیتی کشور امرای ما همکار هستن، تشکر میکنیم. ما باید از که یادوار شم در این عرصه تا حال ما موفق هستیم انشاءالله. قسمه که تیم رو ما دعوت کردیم که یک تیمی که بازیکنان تیم ملی یک کشور داشته باشه و ما از کشور فلم منبر یا عضویت دائمی داشته باشه میایه، خودش تاثیر گذار خوب است. روز گذشته وقتی که بازی 4 روزه ختم شد نشست خبری داشتیم که در نشست خبری کپتان تیم اجبال پاکستان که بازیکن تیم ملی پاکستان میشه در صحبت های خود یادآور شد بر رسانه ها که ما با دیگر تیم ها هم گفته میتونیم که با افغانستان بیان و در افغانستان امرای تیم های مختلف بازی کنند که یک پیغام خوب داشت و نه تنها گفت که با تیم های دیگه خارجی با تیم های دیگه کشور خود پیغام داد که شما میتونید که بین این یک فضای خیلی خوب اینجا تمام چیزها با استاندارد بین المللی است از طرف کرکت بورد افغانستان و ما به یه موفق شدیم که اینها را ببریم یک چکر یک تفریح برشان با تیم روز گذشته که اینها وقت داشتن ساعتی که یاره بردیم واقعا که زیاد خوش آمد، واقعا که افغانستان یک کشور خیلی مقبول طبیعی است که پس انعکاس بسیار خوبی داشته باشه. چی فکر میکنین آیا مثلا از هند اگر یک روز افغانستان بخواید دعوت کنه از یکی از کلاپایشون یا از تیمای ملیشون بیاد به کابل با این وضعیت میه که به صورت ما همچی دستاورد رو داشتیم میزبانی بازی تیم پاکستانی رو داشتیم آیا اونا قبول میکنن یا سایر کشورها؟ طور که ما شما میبینیم باز هم ما از تمام همکاران رسانه هم خواهش میکنم که در بخش نشرات امرای ما همکار باشند به خاطر از اینکه ما بسیار در حالت خوب هستیم، در حالت پیشرفت هستیم. روز گذشته بازیکنان تیم ملی ببخشید بازیکنان اجبال پاکستان در این مورد یادآور شد که قسمی که ما فکر میکردیم، قسمی که ما در نظر داشتیم که به این سطح شاید کرکت بورد افغانستان بر ما همکاری کنه، اما از او بالاتر است
از او خوبتر است، با استاندارد بین المللی است. دیگه خودش یک پیغام خیلی خوب است. یک مثلا از طریق رسانه‌ها نشر میشه، حتما جهانیان او را تعقیب میکنه. اگر از طریق تلویزیون نبینن، حتما از رسانه‌های ما که خبرهای خود را در یوتیوب میگذاره، در وبسایت‌های خود میگذاره و غیره و غیره خبر میشن، اونها تعقیب میکنن. بر از اونها یک پیغام خوب است. دیگه ان شاء الله ما کوشش میکنیم که در این برنامه بخیر موفق شویم. دیگه هم ان شاء الله کوشش میکنیم که تیم‌های دیگر هم دعوت کنیم. رای ما باشد با مرور زمان با مسئولین امنیتی، با مشوره مسئولین امنیتی کشور، بعد از اون ما ان شاء الله کوشش میکنیم که تیم‌ها را دعوت کنیم. ما این ظرفیت داریم الحمدلله که تیم‌های کلان جهان را میزبانی کنیم. بسیار خوب، تماشاچی‌ها چه رقم بودن؟ حضورشان دیده میشد روزای اول خیلی خوب میآمدن، آیا این ادامه داره؟ همچنان روزانه چقدر ما میزبان تماشاچیان هستیم در ورزشگاه الگوزه کرکت بورد؟ بله جناب دانش صاحب، تیم همه روزه جوانان میان، اشخاصی که علاقمند هستند میان، یک چانس یک تفریح خوب است برای آنها. بیشترین علاقمندان میان در قسمی که ما فکر میکنیم و در دیگر کشورها در مسابقات تست یا چهار روزه بیشتر علاقمند نمی باشه، اما خوشبختانه که در کشور ما علاقمند کرکت زیاد است. در مسابقات چهار روزه میان از نزدیک بازی ها را میبینن و در بازی های پنج روزه ما طوری که عالم میبینیم ارزیابی کردیم. انشاءالله بیشتر از این میه، بخاطر از اینکه مسابقه است یک روز نتیجهش معلوم میشه، حتما علاقمندان دیگه هم زیاد میه. و در پاری از این ما باز هم در جریان صحبت های خود جناب دانش یک پیغام دارم با هموطنان عزیز خود. پیش از که برنامه شما پایان شوه دیگه صحبت هم شاید شما سوالات هم داشته باشین، ما از تمام هموطنان عزیز خود بالخصوص از جوانان خواهش میکنم که در قدم اول باید برای تعلیم زیاد توجه کنند و بعدا با ورزش، به خاطر اینکه اگر جوانان ما تعلیم نداشته باشند، تحصیلات خوب نداشته باشند، در هیچ عرصه هم نمیتونن، حتی در کرکت هم نمیتونن که پیشرفت کنند. و ما از تمام والدین خواهش میکنم که نخست باید برای اولادهای خود زمین سازی تحصیل کنند و بعدا برایشان ورزش زمین سازی ورزش کنند. یک پیغام ماست که خواهش میکنم که تمام هموطنان عزیز ما این پیغام را در نظر بگیره، به خاطر از اینکه کشور ما در حالی است که باید جوانان ما تحصیل داشته باشه. بدون تحصیل نه کسی کرکت کرده میتونه، نه کسی کدام کار دیگه کرده میتونه، نه میتونه که برای کشور خدمت کنه. بسیار خوب، بله یک پیغام بسیار مهم بود. امیدوارم که فامیلای محترم دقت کنن به این مسئله که بر اساس این روزا جوانای نشون حتما میل به مسابقه و از نزدیک بازی رو میبینن، اما درس خود ترک نکنن، حتما به سر مکتب و درس و سبق خود برن که بر صورت در درجه اول برشان قرار داره و بعد از او باز بیاین تیم انکشافی افغانستان را که تیم خودشان هست او را تشویق کنند تا اینکه نتیجه خیلی خوب را همونطور که گرفته تا وال را او را ادامه بزن. هدف بازی بود جناب دانش در خارج در دیگه کشورها هم مقصود است، حتما شخص خودت هم اگه باشی مثلا اداره کار میکنی کوشش میکنی که یک وقت فرصت داشته باشی با یک مسابقات و با یک تفریح، حتما دفتر اصول داشته باشی اجازه میتن، حتما در مکتب ما مقصود است. ما در او عرصه خوش میشویم که اماتنان ما بیاید در نزدیک از میدان کرکت تیم های خود را تشویق کنه. بیاین هر وقت بیاین، ما را خدمت شما هستیم. به خاطر ما تیکت از مسابقات را فری کردیم، یعنی تیکت نمیگیریم، به خاطر که اماتنان ما بیاید از نزدیک بازی ها را ببینن و لذت ببرن. بله بسیار خوب، میام سر مسئله ای که گزارش های شما برای شورای کرکت آسیایی و کرکت بورد جهانی چگونه است؟ اونا چی پیام هایی داشتن برای شما بعد از برگزاری مسابقه دوستانه در شهر کابل؟ اونا تا چه اندازه امیدوار هستن به اینکه در آینده کرکت بورد افغانستان اجازه یا بهتر بگم توانایی داشته باشه که از تیم های ملی اینجا میزبانی کنه؟ خیلی خوب، طور که پیشتر من داشت ما راه را باز کردیم که از تیم ها دعوت کنیم. راه باز کردن ما شما معلوم است که در هر کار مشکل می باشه، اقدام کردن یکم مشکل می باشه در نخست، بعد انشالله هر کارها انشالله با آسانی به پیش میره. امسال به نخستین بار شورای بین‌المللی کرکت افغانستان به طور رسمی بر ما ایمیل کرد و از کارهای ما ستایش کرد. آنها خرسند هستند از کارهای ما، از گزارش دهی ما، از برنامه های ما، از همه چیزها.
و تا حال در این مورد بر ما ایمیل نکردن، کدام گزارش روان نکردن، اما تا جایی که ما رسانه ها را تعقیب میکنیم، رسانه های شورای بین المللی، آنها در این عرصه خبرهای ما را کاور میتن، خوش میکنه خبرهای ما را، از این مانم میشه که دلچسپی دارن. و یک اپی دیگه که آنها مثلا زود یک فیصله نمی کنند، در این مورد شاید یک نشست داشته باشند، در این مورد یک برنامه داشته باشند و بعد از یک نشست فیصله خود ارائه می کنند. بسیار خوب، پس یعنی شما بعد از اینکه بازی تمام شود دیگه اونا حتما یک نشست خواهند داشت و یک فیصله می کنند؟ شاید تا حالا کرده باشند، حالا کرده باشند. من پیشتر یاد باشدم که خبرهای ما را خوش میکنند، خبرهای که ما نشر میکنیم از طریق رسانه های خود، از طریق رسانه های اجتماعی، همیشون لایک میکنن، کامنت میتن، خوش میتن شورای بین المللی، که خودش نشاندهی از این است که آنها این برنامه ما را خوش دارن. بله. و انشاءالله در مورد اقدام خوب میکنن. خب بیم سر تیم ملی کرکت افغانستان، تیم ملی کرکت ما امسال چی برنامه هایی را پیش روی داره و آیا ما میتونیم که باز دوباره حضور بین المللی تیم ملی کرکت ما را در مسابقات آینده داشته باشیم؟ بله، 11 تن از بازیکنان تیم ملی افغانستان فعلا در هندوستان است به هدف اخذ ویزه انگلستان، به خاطر از اینکه ما در ایرلند، سکاتلند و نیدرلند مسابقات داریم. در سکاتلند با تاریخ 4 جولای مسابقات ما شروع میشه و تاریخ 6 جولای دیگه مسابقات داریم. امروز سکاتلند مسابقه یک روزه است و بعد از اون مسابقات یک روزه با یک سریز بسیار دلچسب خواهد بود امروز ایرلند، که ایرلند با شما مانوستان ها هم یک استیم های هستن که با ما رقیب هستن و رقیب سخت ماست. بلی مسابقات در آیلند برگزار میشه؟ بله، در آیلند برگزار میشه که با تاریخ 10 اون مسابقات آغاز میشه، 10 جولای. و بعد از اون باز مسابقه 4 روزه اینترکانتینتال کپ است که در هلند است و اون مسابقات هم مسابقات مهم است، نه تنها بر ما، برای هلند هم بسیار مهم است. انشاءالله که برای همه مسابقات تیم ما آمادگی داره و یک تیم خوب را انشاءالله انتخاب میکنیم تا برای در این مسابقات اشتراک کنم. و مسئله مربی ترینر ما چی شد؟ وضعیتش قرار شد باز یک مربی پاکستانی بیه؟ ما انصافا میشه گفت خیلی با تأسف انضمام الحق از دست دادیم و نظر به فشاری که کرکت بورد پاکستان آورد و او را به هر صورت میشه گفت به زور او را پس خواست. چی اتفاق افتاد؟ آیا پاکستان ترسید از کرکت افغانستان که ما داریم رشد میکنیم و نتایج خوب را گرفتیم در یکی دو سال اخیر با انضمام الحق؟ یعنی واقعا قضیه طور دیگه بوده که بر صورت بر بینندگان و علاقمندان کرکت اقدر آشکار نشده؟ جناب دانش صاحب، پیشرفت ما، پیشرفت افغانستان یا پیشرفت کرکت بورد افغانستان فکر میکنم برای پاکستان هیچ کدام مشکل جور نمیکنه و در این عرصه به نظر من شاید پاکستان کدام ترسان نخواد داشته باشه، بخاطر از اینکه ما در یک لیول کار میکنن، ما در لیول دیگه هستیم و هسته هسته انشاءالله پیش میریم. واقعا هم که دستاورده ما زیاد است و ما سعی تلاش میکنیم که به وضعیت فول ممبر را به دست بیاریم. در این عرصه باید پاکستان هم رای ما همکاری کنه، ما بر ما باید رای بده، بخاطر از یک اونا کشور فول ممبر هستن و بالخصوص کشورهایی که در آسیا است، ما از اینا بسیار آرزو داریم که برای ما همکار باشن، ما را تشویق کنن، مانند هند، پاکستان، سریلانکا، بنگلادش که در آسیا هستن، ما سر از اینا حق داریم که برای ما همکاری کنن و بر ما رای خوب بتر در شورای بین المللی. انضمام الحق گرفت، آنها خودشان برشان ضرورت داشت و خواستشان که برن، آنها بر ما رسمی ایمیل کرده بودن، از ما خواهش کرده بودن، نه تنها که انضمام الحق، خود رئیس کرکت بورد پاکستان از اداره کرکت بورد افغانستان خواهش کرده بود اگر استعفای انضمام الحق قبول شود خیلی خوب میشه. آنها برشان ضرورت داشت، وقتی که ضرورت داشته باشن ما فکر نمیکنم کدام مشکل یا کدام گپ دیگه وجود داشته باشه. ما میخاطر نمانا چکت، ما فعلا در سر تلاشی هستیم، تیم ما تیم قابل است، تیم خوب است، اداره ما یک تیم اداره پروفشنال است. قسمی که ما انضمام الحق را به دست آوردیم، انضمام الحق در اواخر یعنی یک چهره برتر جهان بود در عرصه کرکت، اما در اواخر کسی قضیات سرش توجه نمیکرد به خاطر از اینکه کسی نبود. انضمام الحق را در اواخر افغانستان بر مردم بر جهان معرفی کرد، به خاطر از اینکه تیم افغانستان یک جا شد، تیم افغانستان در جام جهانی، در تیم های دیگه دستاورد داشت، نام انضمام الحق هم کردش روشن شد دوباره و مردم متوجه شد و بالخصوص کرکت پاکستان دیگه کدام مشکلی خاص نبود. انضمام الحق از اداره کرکت بورد افغانستان از بازیکنان خوش است و ما از اونها خوش هستیم و همچنان قسمی که ما میخواستیم که باید امره
پاکستان همکاری داشته باشیم. با امان خاطر ما استعفای انضمام الحق را قبول کردیم و خواهش که بورد پاکستان کرده بود سر از اون ما فکر کردیم و یک فیصله کردیم. بسیار تشکر آقای اوتک از حضورتان در برنامه. آرزو میکنیم که مسافت ما انکشافی افغانستان و حبیب بانک پاکستان هر چیز تر به خوبی و خوشی همینطور که تا به حال پیش رفته خلاص شد و نتایج خوبی را کرکت بورد افغانستان به دست بیاره. سپاس فراوان از حضورتان. با نام خدا و عرض سلام به این بخش برنامه آغاز روز با من احمد شعیب صدیقی خوش آمدین. اعضای رهبری گروه طالبان مولوی هبت الله آخوندزاده را به عنوان رهبر جدید این گروه برگزیده اند. این گروه با پخش خبرنامه مرگ ملا اختر منصور را نیز در نتیجه حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکا تایید کرده اند. در همین حال ریاست جمهوری در واکنش به این انتخاب می گوید اگر صلح نکنید هم مانند رهبر سابقتان در خاک بیگانه کشته خواهند شد. در خواست توجه کنید به گزارش در مورد دوباره برمیگردیم. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر تازه گروه طالبان. هبت الله آخوندزاده فرزند ملا عبدالستار آخوندزاده است. او باشنده اصلی اسپین بولدک ولایت قندهار است. اکنون 47 سال سن دارد و از قبیله نورزی می باشد. رهبر جدید گروه طالبان از اعضای حزب اسلامی به رهبری یونس خالص بود و سالهای زیادی در مدارس دینی قندهار و مدارس طالبان در پاکستان تدریس کرده است. هبت الله آخوندزاده در رژیم طالبان رئیس عمومی محاکم بود و پس از سقوط بار دیگر به حیث رئیس نامنهاد محاکم گروه طالبان گماشته شد. بعد از ملا عمر، هبت الله آخوندزاده از معاونان شورای رهبری طالبان و از افراد نزدیک ملا اختر منصور به شمار می رفت که گفته می شود سراج الدین حقانی رهبر گروه تروریستی حقانی و ملا یعقوب فرزند ملا عمر به حیث معاونان وی گماشته شدند. طالبانو ته فرصت په لاس ورغلی دی، دوی باید له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي، د افغانستان د سولې له پروسې سره یو ځای شي، خشونت ته، افغان وژنې ته د پای ټکی کېږدي، سوله ییز او آرام ژوند پیل کړي، د افغانستان په آبادۍ او د افغانستان په پرمختګ کې ونډه واخلي. کنی ودی به هم د خپل رهبر په سرنوشت باندې اخته سي. از سوی هم برخی از آگاهان به این باورند که طالبان پراگنده و دوچار چند دستگی خواهند شد. اینا نمیتونن وحدت خود حفظ بکنن به خاطر از اینکه از یک طرف ملا یعقوب، از یک طرف ملا رسول، از یک طرف هم پسر خود ملا عمر، اینا همش ادعای رهبری دارن و خود مستحق میبینن. در همین حال برخی دیگر از آگاهان کشور امیدوارند که با آغاز کار رهبر جدید طالبان روند صلح آغاز می‌گردد. د هیبت الله ټاکنه د افغانستان د حکومت لپاره مخده، د دوی د تحریک لپاره مخده، ځکه هیبت الله د امریکایانو په تور لیست کې نه دی او د حقانی شبکې مشر ښاغلی اناس د سراج الدین اناس د امریکایانو په تور لیست کې و. که چېرته هغه راغلی وای جنګونو به ورسره زور اخیستی وی او دا به د حکومت لپاره یو تهدید و. با این حال گفته می شود اعضای رهبری طالبان که در پاکستان و تحت حمایت استخبارات این کشور فعالیت دارند آنقدر استقلال ندارند تا به خواست خود به میز مذاکره با حکومت افغانستان قرار گیرند و روند آغاز مذاکرات زمان امکان پذیر است که اسلام آباد با کابل درب صداقت را باز کند. آقای محمد عمر عیار رئیس حزب افغانستان واحد با من در استودیو هستند و در مورد چگونگی گزینش رهبر جدید طالبان و پیامدهای آن بحث بیشتر میکنیم. آقای عیار سلام بر شما و خیلی خوش آمدین. در ابتدا اگر یک مکس داشته باشین در مورد گزینش ملا هبت الله آخوندزاده من حیث رهبر جدید طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه شما همکارای تکنیکی شما بیننده های تلویزیون، اصلا گزینش رهبر جدید طالبان اصلا انتخاب نیست که کسی او را انتخاب کرده باشد، تقریبا یک پروژه هست. این پروژه به دست استخبارات پاکستان است. هر موری را که خواست در رأس پروژه قرار بده قرار میده و در کل پروژه طالب یک پروژه مصرفی بوده و
تقریبا میادی از او هم تکمیل شده و بدیل از او را پاکستان یا استخبارات پاکستان داعش انتخاب کرده که کار میکنن. در گذشته ها هم زمانی که داعش ایجاد شد، استخبارات پاکستان در صدد ازی بود که قمندان های طالب که جنگی هستن اونا برن همکار شون با طالبا و در اون زمان حتی با داعش، و در اون زمان حتی تعدادی از قمندان هایی که نمیرفتن با داعش همکار نمیشدن، در گذشته ها حتی اونا مجبور شدن که از پاکستان فامیلای خود انتقال بدن چون فشار بود سرشان. ولی در کل کسی که انتخاب شده، این هم یکی از مورهای استخبارات هستند و یه هم یکی از چهره های خشن هستند، و در کل گفتم میتونیم که در مجموع افرادی که در رهبری طالب ها هستند، افرادی هستند که احساس انسانی و اسلامی و افغانی ندارن و اینا مورهایی هستند که در استخبارات پاکستان تربیت شدن تا مدت زمانی که نیاز باشه از پیششان کار میگیره، وقتی که نیاز ختم شوه نابود میشن و در کل پروژه طالب چنین است. اما ما امیدوار هستیم که در حکومت وحدت ملی اینجا مسئولیت خود درک کنه، در این شرایط اساس او تعداد از طالبهایی که احساس افغانی و اسلامی و انسانی در وجودشان است با اونا کار کنن تا اونا به پروسه صلح بپیوندن، و البته او افرادی که روابطشان با استخبارات بیگانه علل خصوص استخبارات پاکستان قطع میکنن، جایگاه برای از اونا هست در افغانستان که بیان زندگی کنن حداقل. البته به بسیار زودی ها امید کار و خدمت بازسازی ما از اینا نخواد داشتیم، به خاطر از اینکه افرادی که یک بار در کشتن و در ترور و اختناق و در انتحار آموخته شده باشن، یک مدت زمان میخواد هر کسی که باشد تحت هر عنوانی که کسی می، یک مدت زمان میخواد که تا او یک احساس دوباره انسانی و اسلامی را پیدا کنه و او در بازسازی وطن خود، در آبادی وطن خود صحیح بشه. اما این شخصی که تعیین شده یکی از چهره‌های بسیار خشن هستند و استخبارات میتونه که استخبارات پاکستان امیدوار است که به ازی وجودی ازی استفاده کنم. ولی در کل ما دیدیم امیدواری ها بیشتر است که امریکا اعلان کرده که جای مسئولی برای طالب ها، برای رهبری طالب ها در پاکستان نخواهد بود. امیدوار هستیم که با این گپ های خود حکومت امریکا واقعا سری گپ خود استادگی کنن و چنین کاری را بکنن. مراکزی که تربیه میشن اونجا تروریستا، مراکزی که تجهیز میشن تروریستا و او کسایی که این را مدیریت میکنن، باید بالای اونا هم امریکا عملیات بکنه، نه تنها به خاطر نجات مردم افغانستان، در کل به خاطر نجات بشریت. از اونجا تشویشی هست که برای کل در سطح منطقه و جهان اونا فعالیت های خود انجام میدن. در کل دیدگاه ما امی هست که این آدم که تعیین شده، نه تنهایی که آنقدر معصریتی که در گذشته ها ملا عمر داشت، بعد از اون ملا منصور داشت و ای داره، نخواد داشته باشه. نه تنها که معصریتش نمی باشه، شاید انشعابات بیشتری هم به قرار شنیدگی آمیاله هم بچه ملا عمر او رضایت نداره، به این مانا که دیروز ملا رسول بود، امروز او ملا یعقوب میشه و در مقابل از این دو گروپ بود، سه گروپ میشه، شاید چهار و پنج شوه این گروپ ها، انشعابات در بینشان بیه و مسئولیت خود از دست میتن، چون علتش هم امی هست که پروژه ختم شده و پایان خود رسیده و طالب ختم میشه. صدای ما برای اوی از افرادی که با طالب ها همکار هستند و با استخبارات بیگانه ندارن، پیام ما برای از اونا ای هست که از خشونت و جنگ دست بکشن، بیان در پالوی مردم خود، در وطن خود بیان زندگی بکنن. او کسایی که در خشونت هستند، در کشتار و انتحار هستند، اونا نه افغان هستند، نه اسلام هستند و نه احساس انسانی دارن. اونا عمر هم ندارن، امروز یکیش کشته میشه، فردا دیگیش کشته میشه، یکیش استخبارات پاکستان میکشه، یکیش بندی میکنه، یکیش تیارای بی پیلوت میزنه و دیگه هم در عملیات و ها و انتحاری از بین میرن. در کل یک پروژه مصرفی هست. ما و شما شاهد ازی خواهد بودیم که به بسیار مدت زمان کم در کل پروژه محو شد. حالا در مورد رهبری جدید طالبان اگر بیشتر صحبت بکنیم، در مورد تشکیل جدیدشان، این که دو معاون ملا هبت الله، یکیش پسر ملا عمر، ملا یعقوب است که چند قبل همچنان گفته های وجود داشت که باید اگر رهبری را قبول بکنه، ولی گزارش های به نشر رسید که ملا یعقوب به دلیل از اینکه هنوز جوان است نخواست که رهبر گروه طالبان باشه. و در ضمن
سراجدین حقانی معاون دیگر ملا هبت الله است. در این خصوص نقش این چنین افراد را در رهبری جدید طالبان شما چگونه دیدید؟ ببینین اصلا رهبری طالب ها را یا رهبری جنگ خو استخبارات پاکستان میکنه، ولی در کل اگر ما مطالعه کنیم حقانی نسبت به این در جبهه جنگ قرار داره و قوی تر هست، و همچنان ملا یعقوب بچه ملا عمر با وصف ازی که سنش هم کمتر بود ولی تاثیر بیشتر سر گروپ های طالب ها سر قماندان ها داشتن. یقینا که دو تا استخبارات تعیین نکرد، این آدم تعیین کرده، ولی در کل ما گفته میتونیم که تاثیرش آن چیزی که در گذشته ها داشتن طالب ها حتی بیش از 50% کاهش پیدا میکنه. این طالب ها نمیتونن که دیگه دوباره اتحاد خود و اتفاق خود بیارن، و در پالوش طالب ها نمیتونن که اون مدیریتی را که از خود البته داشتن او در کل خود استخبارات رهبری میکنه، او مدیریت درونی خود هم نخواد داشتن، و نه حقانی از این حمایت میکنه و نه ملا یعقوب حمایت میکنه و نه قماندان های دیگه که مثل ملا رسول و دیگه هستن، اونا از این اطاعت میکنن. یک بحران درونی هم در بین طالب ها به میان میاد، ولی اونجا جلوگیری از این بحران استخبارات یقینا میکنه، استخبارات جنگ اداره میکنه، استخبارات عملیات های تروریستی را اداره میکنه، تمام برنامه های جنگی را مستقیما استخبارات پاکستان مدیریت میکنه. ولی در کل استخبارات پاکستان هم حتما ایره درک کرده که دیگه جامعه جهانی با او هم نظر و هم فکر نیستن. در این اواخر حرکت های منطقوی که جریان داره یا مسائل اقتصادی که هر روز ما و شما میبینیم، این خود تأثیر میکنه و فشار میاره بالای پاکستان، و این عملیاتی که در خاک پاکستان صورت گرفت سر او بر اونا یک تهدید بود، و اونا را فهمان که شما دیگه اصلا او حرفی را که داشتین، حرف شما در قضای افغانستان حرف اول بود، بعد از این نخواهد بود. امیدوار هستیم که این وضعیت مسئولین ما، مسئولین حکومت وحدت ملی درک کنن و از این موقع استفاده بسیار خوب و به دست بیارن تا بتانن افرادی که فریب خوردن در صفوفی از اونا رفتن اونا را نجات بتن بیارن به طرف حکومت وحدت ملی. بله. حالا در کنار این موضوع، چند قبل بیشتر مقامات پاکستانی میگفتن که کشته شدن ملا منصور در خاک پاکستان نقض حاکمیت کشور پاکستان است. به تازگی یکی از تحلیلگران ارشد در اینستیتوت مطالعات شرقی میانه در واشنگتن، آقای الکس، یادآوری میکنه که شاید ملا منصور از کنترل اداره ISI بدور باشه و به این خاطر ISI گزارش به CIA داده. در این خصوص شما فکر میکنین که از یک سو پاکستان میگه که نقض حاکمیتش است و از سوی دیگه یک تحلیلگر در واشنگتن بلند میشه و در مورد از این یادآوری میکنه که این گزارش ISI به CIA بوده که مورد حمله قرار گرفت، این موضوع شما چگونه تحلیل کردید؟ اصلا این دو موضوع را خدمت شما تو عرض میکنم. در موضوع اول، وقتی که پاکستان میگه تحریم ما نقض شده، اصلا اونا مسئول هستند که تروریست هایی که در منطقه و جهان فعالیت تخریبی دارن اونا جای دادن. این خود به خود نشانگر از هست که جرم اونا را ثابت میکنه در سطح بین المللی و جامعه جهانی باید علیه از اونا تحریم آوازا کنن. در قسمت دوم که خدمت شما عرض شوه که اینا ادعای زیر دارن که گویا ایره خود پاکستانی ها کشتن، عملیات خود استخبارات دیگه موری بود که برشان به درد نمی خورد یا حرفایشان گوش نمی کرد، از بین بردن. استخبارات پاکستان از ابتدا، از ایجاد طالب ها، از کشتن ملا ربانی تا به اکنونه صدها، حتی بیش از صدها طالب خود اینا از بین بردن. او طالب هایی که حداقل 1% احساس انسانی و اسلامی و افغانی در وجودش بود که ایره درک میکرد استخبارات پاکستان، تا به فعلا او را کشته و از بین برده است. این تنها 1، 2، 3، 5 و 10 نیست، به صدها را امیتور کرده، تعدادش زندانی کرده، در زندان از بین رفتن، تعدادش به اساس زرق ادویه‌ای گپا از بین بردن، و تعدادش هم علنا از بین بردن، برای تعدادش مین‌گذاری کردن، برای تعدادش هم توسط یکی دیگه شان از بین بردن. این یکی از کارهای روزمره استخبارات پاکستان در این قبال بوده و هست. حالا در کنار موضوع، شما واقعا فکر میکنین که در کشته شدن ملا منصور چقدر پاکستان دست داشته و دخیل بوده؟ در این خب ما گفته نمیتونیم که اونا بعدها شاید بسیار روشن شد. خب از آنچه گزارش هایی که به نشر میرسه، با در نظر داشت از این موضوع که شماره بایی باور هستن که میشه پاکستان دست داشته باشه در خصوص از این و روی پرده بعضی کارهایی میکنه، مثل از این که
حمله امریکا بالای ملا منصور نقض حاکمیتش بدانه. از این نوع گزارش هایی که منتشر میشه شما چگونه برداشت کردید؟ ما خب به این خاطر این را تایید نمی کنیم که اینجا نقش ایالات متحده امریکا بیشتر هست، نه تنها که این عملیات ایالات متحده امریکا کرد، چند قبل مقدار پولی که برای اینا ماهوار میداد تقریبا 500 چند میلیون دلار او را بالایشان قطع کرد، در آخر گفتن که 300 میلیون دلار دیگر هم بالای از اونا به تعلیق انداخته و مشروط ساخته به اینکه اونا بالای گروپ های حقانی عملیات راه اندازی کنن. اینی گپه های دیگه ایره که ما میبینیم او ادعایی که گویا در کشتنی از پاکستان نقش داشته باشه، اینی گپه او را او ادعا را ضعیف میسازه، ولی باز هم بعدها روشن خواهد شد که حقایق چی خواهد بود، چون قضیه افغانستان یا چالشی که امروز در افغانستان است یک چالش فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای هست، نه تنها چالش داخلی، در این بازی‌های بسیار کلان است، هر چیز قابل تصور هست، ولی بیشتر ما این را احساس میکنیم که این توسط تیارهای بی پیلوت از بین رفته. بله، حالا در خصوص پاکستان انطوره که شما فرمودین که امریکا بیشتر تاکید کرده در این آخر بالای پاکستان تا لانه‌های حراس افغانی را در خاکش نابود بسازه و از قطع کمک ها همچنان شما یادآوری کردین، در خصوص این موضوع در مورد پاکستان چند قبل زلمه خلیلزاد سفیر پیشین آمریکا در افغانستان همچنان یادآوری کرده بودند که اگر واقعا وضعیت چیرین به پیش بره پاکستان در انزوا قرار خواهد گرفت. در حال حاضر شما پاکستان را من حیث کشوری که از مدت لانه های حراس افغانی را جا داده و لانه بسیار امن بوده در پاکستان، در این خصوص شما پاکستان چگونه ارزیابی میکنین پس از این که کمک های چندین میلیون دلاری قطع میشه بالای پاکستان و همچنان تاکید بیشتر امریکا بالای پاکستان در خصوص از بین بردن لانه های امن حراس افغانی همچنان وجود داره؟ ببینین یکی دو کشوری که بیشتر پاکستان حمایت میکرد، بعضی تعداد کشورها زیاد است ولی یکی دو کشور بیشتر بودن که او ایالات متحده امریکا و کشور چین بود. هر دوی کشور در مذاکرات صلح که تا دور چهارم و پنجم شرکت کردند. در دور چهارم مذاکرات یکی از مواداتش ای بود که باید طالب ها را پاکستان به میز مذاکره بکشانه و سرتاج عزیز هم یک بار اعتراف کرد که طالب ها زیر تاثیر ما هستند، آنچه که ما بگوییم اونا میکنن. ببینین اما اینا نکردن این کارا، وقتی که نکردن برای همه مردم افغانستان، مردم منطقه و جهان ثابت شد که پاکستان از حمایت تروریست ها دست بردار نمیشه. به همون اساس بود که در چین نمایندیش در مذاکراتی که داشتن اونا گفتن که ما امیدوار هستیم که پاکستان به تعهداتی که در مذاکرات چهارجانبه داشته وفا بکنه. ما دید ما این هست که امریکا هم میگه که پاکستان مقصر است، چین هم میگه که مقصر است و کشورهای اروپایی هم همروزه از افراد و اشخاصی که در خاک پاکستان تربیه و تجهیز شدن تشویش دارن، این تروریست ها هستن، از اونا در سطح منطقه تشویش دارن. دید ما این هست که 100% پاکستان در حالت منزوی شدن قرار داره و پاکستان اونمو بزنسی که به ارتباط تروریست ها داشته و همیشه تروریست ها را فرستاده و صادراتش به عوض همتی که بر انسان نیاز باشه صادراتی از او تروریست ها شده است. بنابراین یقینا که در سطح جهان، در سطح منطقه در حالت انزوا قرار داره و همسایش ما مردم افغانستان هستند که پاکستان بسیار بد میبینن. بنابراین در اینجا یک حرف ایره که من نیاز میبینم بیشتر توجه شوه که پاکستان در حالت انزوا شدن است، ولی حکومت وحدت ملی او تعداد از افراد و اشخاصی که با استخبارات پاکستان داشتن و دارن در مورد ازوا تصمیم بگیره و او افراد و اشخاصی که با استخبارات پاکستان داشتن امروز با به دستور استخبارات بیگانه مسائل قومی، سمتی، زبانی را دامن میزنن، مستقیم و غیر مستقیم دشمن یا تروریست ها را حمایت میکنن یا به نفع تروریست ها تبلیغات میکنن، در مورد ازوا تصمیم جدی بگیره و اینجا حداقل هم حکومت وحدت ملی یک خانه تکانی را ای هم باید بکنه در رابطه با تروریست ها و افراد بیگانه یا افراد استخبارات پاکستان که هم از درون خود تصفیه کنه. بله، حالا در خصوص پاکستان اگر بیشتر صحبت بکنیم، این که آخرین سفر ملا اختر محمد منصور با پاسپورت پاکستانیش به ایران بود و گزارش هایی که به نشر میرسه تقریبا با این پاسپورت پاکستانی 18 بار سفرهای خارجی همچنان ملا منصور داشته، در این خصوص فکر میکنین که بیشتر نشان دهنده چی میتونه باشه، پاسپورت پاکستانی با نام مستعار ولی؟ ببینین
امی که ما میگیم نه تنها وقتی که ما میگیم تروریست صادر میکنه یکی از صادراتش هم امی که پس که برای تروریست ها پاسپورت میسازن، برای تروریست ها اسناد تهیه میکنن و تروریست ها را روان میکنن به کشورهای دیگر، به کشورهای منطقه و جهان. شما دیده باشین که در اکثر بیشتر کشورهای جهان مورد تهدید تروریست ها هستن. امی تروریست ها را اگر شما منشیش ببینین که حتما یک مدت زمانی را در پاکستان تربیت شده در مدارس بنیادگرایی پاکستان آموزش دیده و میره در کشورهای دیگه فعالیت خود میکنه و هیچ شکی نیست از ساختن پاسپورت، از صادر کردن تروریست‌ها و از سازماندهی و مدیریت انتحاری و تروریستی و حرکت‌های تندروانه بنیادگرایی هیچ حرفی وجود ندارد. حالا ایران همچنان کشور بوده که بارها تاکید بر این داشته در خصوص مبارزه با گروه‌های هراس‌افغانی و همسویی شدن کشورهای منطقه جهت مبارزه با تروریسم. در این خصوص فکر میکنین که سفر کردن ملا منصور به ایران، واقعا مقامات ایرانی و استخبارات ایران از یک چنین سفر نمیتونه که باخبر شوه، یا پس پرده حرف حدیث های دیگر همچنان میتونه وجود داشته باشه؟ هر دو حالتش امکان داره، هم ای که میشه به نام جعلی رفته باشه اونا آگاهی پیدا نکرده باشن و هم احتمال از داره که اونا هم به خاطر تامین سرحدات خود بعضی روابطی رو برقرار کرده باشن. احتمال هر دو چیز است. حالا در خصوص مذاکرات سال فکر میکنین که رهبری جدید گروه طالبان تأثیراتی که بالای مذاکرات صلح افغانستان میتونه داشته چی میتونه باشه؟ تأثیراتش ایست که بیشتر او روز به روز که هر رهبر یا چهره مطرح که تغییر میشه دومش میه، او یقینا تأثیر خود میداشته باشه. اینجا امیدواری ما بیشتر به این هست که طالبان هم ایره درک کرده باشن که دیگه جای مسئولیت در پاکستان هم ندارن. اینم یک تأثیرگذاری هست که اونا این احساس کنن جای مسئولیت ندارن، به خاطر نجات خود ناگزیر هستن که با پروسه صلح بپیوندن و بیاین. یعنی فکر میکنین واقعا چنین احساس در حال حاضر نزد گروه طالبان ایجاد شده پس از مرگ ملا منصور؟ ببینین احساسی که ما سر اونا محاسبه کنیم که احساس اسلامی و انسانی وجود نداره در وجودشان، ولی احساس ترس یقینا وجود داره که صدها رهبرشان در همونجا کشته شده و هیچ مسئولیتی برشان وجود نداره. صدها قماندانشان در اونجا کشته شده، مسئولیت نداشته. و این طرف تهدیدهای آمریکا هم است که میگه ما مراکزش مورد حمله قرار میتیم. اینی ترس و احساس یقینا در وجودشان پیدا شده باشه. حالا در خصوص این که به تازگی شورای عالی صلح افغانستان بعد از این که ملا هبت الله من حیث رهبر جدید طالبان گماشته میشه، از ملا هبت الله خواسته میشه تا به روند صلح افغانستان یک جا شوه، در این خصوص فکر میکنین که نقش شورای عالی صلح و همچنان یک چنین خواستایی از رهبر جدید گروه طالبان چقدر میتونه واقعا گروه طالبان وادار به این بسازه تا به روند صلح افغانستان بپیونده یا خیر؟ این بخش پروسه صلح را ما به دو بخش تقسیم میکنیم. یک بخشی که او طالب هایی که در اختیار استخبارات پاکستان هستند فشار باید جامعه جهانی بالای پاکستان بیاره. بخش دوم طالب هایی که احتمالاً که اونا بیشتر با استخبارات پاکستان نزدیک نباشند، در او پروسه ارگان های امنیتی ما، شورای صلح ما به شکل انفرادی میتونن با قماندان ها، با سرگروپ ها، با مسئولین کار کنن تا در دو طریق پروسه پیش بره. و سیمش هم این هست که ما بیشتر قوای مسلحی خود تجهیز کنیم، بیشتر حمایت کنیم از سرباز و افسر جنرال قوای مسلحی خود که او بتونه با یک مورال قوی که دارن و بیشتر از این مورال پیدا کنن و بالای طالب ها فشار بیارن که و از طریق فشار هم اونا مجبور شون بیان به پروسه صلح. این سی طریق باید کار گرفته شه. بله، خیلی سپاسگزارم از حضورتان آقای محمد عمر عیار، رئیس حزب افغانستان واحد. بسیار تشکر. تشکر از شما. همچنان سپاسگزارم که تاکنون همراه من بودید. تا دقایق دیگر دوباره برمیگردیم. به نام و یاد عزت متعال و سلام دوباره و در بخش اخیر برنامه آغاز روز میپردازم به مرور به پایگاه های خبری، تازه ترین خبرهایی که در خبرگزاری های افغانستان و جهان به نشر رسیده است. در نخست از خبرگزاری آریانا نیوز آغاز میکنیم. سرخط های درشت که در صفحه اینترنتی آریانا نیوز به نشر رسیده است: طالبان جانشین ملا منصور را انتخاب کردند،
خلیلزاد گفته آینده تاریک در انتظار پاکستان است. امریکا به هدف قرار دادن هراس افغانان ادامه می دهد. پارلمان خواستار روشن شدن موقف افغانستان در برابر مداخلات پاکستان شد و هشدار رئیس ستاد ارتش بر افزایش حملات طالبان. و گزارش از خبرگزاری آریانا نیوز، آینده تاریک در انتظار پاکستان است. اقدام امریکا در مقابل پاکستان نهایی نیست و در آینده های نزدیک انتظار می رود که تمامی کمک های جهانیان با پاکستان قطع شود. زلمه خلیلزاد، سفیر پیشین امریکا در افغانستان، با ابراز این مطلب با آریانا نیوز می گوید پاکستان در مقابل امریکا بازی دوگانه انجام داده و این کار پاکستان اکنون افشا گردیده است. آقای خلیلزاد تأکید می‌ورزد که نزدیکترین دوست پاکستان یعنی چین نیز از بازی‌های پاکستان آگاه شده و به زودی این کشور در انزوا قرار خواهد گرفت. دیپلمات کهنه‌کار آمریکایی یادآور می‌شود که اقدام آمریکا در کشتن ملا اختر منصور در خاک پاکستان قدم نخست نیست و پاکستان باید در انتظار تهدیدهای جدی‌تر باشد. زلمه خلیلزاد نقش ISI را در انتخاب رهبر جدید طالبان دخیل دانسته می گوید اکنون انتخاب در دست پاکستان است تا درب صداقت را باز کند. مشوره به گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی خواست دیگر زلمه خلیلزاد است که به آن تاکید می ورزد. سفیر پیشین امریکا در افغانستان همچنان از حکومت کشور می خواهد که در سیاست‌های دقت کرده حمایت‌های بیشتر جهان را برای ثبات این کشور جلب کند. گزارش دیگری از خبرگزاری آریانا نیوز، رئیس جمهور آمریکا به دنبال مرگ رهبر طالبان گفته است که نیروهای آمریکایی به هدف قرار دادن گروه‌های افراطگرا در هر مکان به شمول پاکستان ادامه می‌دهد. نخست وزیر پاکستان حمله هوایی آمریکا بر رهبر طالبان را نقض حاکمیت کشورش خواند، اما باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دستور این حمله را داده است. بر دوام حملات بالای افرادگرایان به شمول خاک پاکستان تاکید کرده است. اوباما همچنان گفته است که دهشت افغانان در پاکستان تمام ملت‌ها را تهدید می‌کنند و باید جلو ایجاد پناهگاه‌های امن آنها گرفته شود. وزارت امور خارجه آمریکا با تایید ادامه حملات برای محو دهشت افغانان میگوید واشنگتن همواره از تحمل پاکستان در برابر گروه‌های طالب افغان نگرانی‌هایش را به اسلام‌آباد ابراز کرده است. با گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، واشنگتن به مقام‌های بلندپایه دولت پاکستان گفته است که باید سازمان‌های دهشت افغان را که از خاک آنها استفاده می‌کنند فعالانه دنبال کنند. مارک تونر، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، میگوید ما قطعا به تمامیت ارضی پاکستان احترام داریم، اما ما از پیش گفته ایم ما حملات را برای محو دهشت افغانان که به گونه کامل فعال حملات در برابر نیروهای آمریکایی را دنبال، برنامه ریزی و اداره می کنند راه اندازی می کنیم. ما به آنهایی که بالای ما حمله می کنند اجازه داشتن پناهگاه امن را نمی دهیم. از سوی هم وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به این پرسش که پس از دریافت شدن رهبران دشمنان افغانستان و آمریکا در پاکستان به شمول اسامه بن لادن، ملا عمر و ملا اختر منصور چقدر اعتماد بالای اسلام آباد دارد میگوید ما با این باور بوده ایم که پاکستان باید در ریشه‌کن کردن دهشت افغانان که پناهگاه امن در برخی از قلمرو آنها دریافت میکنند کار بیشتر کند. ما با دولت و مقامهای پاکستانی از قبل گفته ایم که آنها باید فعالانه سازمانهای دهشت افغان را که از خاکشان استفاده میکنند دنبال کنند. ما نگرانی خود را پیرامون ادامه تحمل آنها در برابر گروههای طالبان افغان و شمول شبکه حقانی ابراز کرده ایم. این مقام وزارت امور خارجه آمریکا میگوید طالبان باید به این درک برسند که مسیر صلح را دنبال کنند. مارک تونر، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، می‌افزاید طالبان باید با وضاحت درک کنند که مسیر را که باید دنبال کنند یکی و در جهت مصالحه مسالمت‌آمیز می باشد. این در حالی است که به تازگی کمیته تسلیحاتی مجلس سنای آمریکا $300 میلیون کمک آمریکا به پاکستان را مسدود کرده و مشروط به تدابیر جدی اسلام آباد در برابر شبکه حقانی ساخته است.
هفته پیش نیز مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب لایحه‌ای از مجموع 900 میلیون دلار 450 میلیون را مشروط به اقدام آن کشور در برابر شبکه حقانی ساخت. و حال می‌پردازم به گزارش از خبرگزاری رادیو آزادی. در نخست سرخط‌های درشت که در خبرگزاری رادیو آزادی به نشر رسیده به خوانش می‌گیرم. شورای عالی صلح رهبر جدید طالبان را به پروسه صلح دعوت کرد. حکمتیار از طالبان خواست درباره صلح با وی موضع مشترک اختیار کنند. حسن حقیار از سوی امنیت ملی بازداشت شده است. فعالان مدنی سندهای فساد در وزارت صحت عامه را برملا ساختند و در نتیجه حمله انتحاری در کابل 10 تن کشته شدند. گزارش از رادیو آزادی. به دنبال کشته شدن ملا اختر محمد منصور، رهبر طالبان مسلح گلبدین حکمتیار به این گروه مشوره یکجا شدن با حزب اسلامی و دست برداشتن از مخالفت و جنگ را داده است. شورای عالی صلح افغانستان این اقدام آقای حکمتیار را بی پیشینه خوانده و میگوید کان را به فال نیک میگیرد. عطارحمان سلیم معاون این شورا روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفته که مصالحه با گلبدین حکمتیار میتواند الگو برای دیگر گروه‌های مخالف دولت باشد. اول خواست را که آقای حکمتیار از طالبان کرده است این خودش خوشایند است و برای ما امیدوار کننده است و خوش هستیم که حکمتیار صاحب بالاخره خود هم به روند صلح پیوست و از طالبان هم میخواهد که به این روند یک جا شوند و این پیام از سوی یک اقدام بی پیشینه است. این اظهار در حال مطرح می شود که گلبدین حکمتیار از طالبان تقاضا کرده که با حزب اسلامی بر رهبری و یکجا شده و از جنگ و مخالفت دست بردارند. آقای حکمتیار در پیامی که بر رسانه ها فرستاده گفته است که مشوره وی به طالبان این است که با در نظر داشت شرایط حساس افغانستان برای حل بحران و در ارتباط به صلح و آینده این کشور موضع مشترک را با وی اختیار کنند. هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و شورای عالی صلح افغانستان هفته گذشته روی یک طرح ابتدایی به توافق رسیدند و نسخه این طرح به خاطر بررسی به رئیس جمهور اشرف غنی و آقای حکمتیار فرستاده شد. عطارحمان سلیم معاون شورای عالی صلح همچنان گفت اگر طالبان کدام طرح پیشنهادی در خصوص مذاکرات صلح دارند به گفته وی شورای عالی صلح افغانستان حاضر است با آنها روی آن کار کند. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این خواست گلبدین حکمتیار چیزی نگفتند. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این خواست گلبدین حکمتیار چیزی نگفتند، اما پیش از این گفتگو با حکومت افغانستان را رد کرده بودند. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که رهبران طالبان مسلح هرگز به این خواست گلبدین حکمتیار لبیک نخواهند گفت. خالد پشتون یک عضو این جرگه بر رادیو آزادی گفته که این پیام گلبدین حکمتیار می تواند بر طالبان عادی تاثیرگذار باشد. در این هیچ شک نیست که رهبران طالبان این نظر را رد می کنند و اصلا در این راه قدم نخواهند گذاشت. اما طالبان عادی که در ولایات جنگ دارند، برای آنها این بسیار یک پیام خوب است و حداقل به آنان یک رهنمود می شود. در این میان آگاهان امور سیاسی میگویند که این پیام گلبدین حکمتیار جنبه عملی ندارد، چون به گفته آنان حزب اسلامی و طالبان مسلح در مورد وضعیت کنونی افغانستان طرز دید متفاوت دارند. عبدالله واحدیار یکی از این آگاهان میگویند که در کل کشته شدن ملا اختر منصور رهبر پیشین طالبان مسلح میتواند برخی از طالبان را تشویق به گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان بکند. می‌پردازم به مرور به خبرگزاری بی بی سی فارسی. با دنبال ارائه پیشنهاد کمیسیون بررسی مسیر خط انتقال برق 500 کیلووولت ترکمنستان به افغانستان، رئیس جمهور اشرف غنی دستور داد تا کار این پروژه را از راه سالنگ ادامه یابد و کار انتقال برق 220 کیلووولت به بامیان ماه آینده آغاز شود. این کمیسیون نتایج بررسی‌های خود را روز گذشته در گزارش به رئیس جمهوری افغانستان ارائه کرد و اعضای آن در نشست خبری اعلام کردند که چون حکومت در برابر یک عمل انجام شده قرار گرفته، برای رئیس جمهوری پیشنهاد کردند که راه مناسب سالنگ است. این در حالی است که احمد بهزاد، یکی از رهبران معترضان با تغییر مسیر این پروژه از بامیان به سالنگ، گفته که معترضان پیشنهادهای این کمیسیون را نمی‌پذیرند.
فیض الله زکی یکی از اعضای این کمیسیون اعلام کرد با وجود آن که بر اساس توصیه های نخستین گزارش شرکت آلمانی فشنر عبور این خط برق از راه بامیان منطقی تر به نظر می رسد، اما به گفته او کار انجام شده، وقت صرف شده روی پروژه‌ای که در 3 سال گذشته و نیاز فوری به برق و بازگشت به نقطه اولی را غیر قابل توجیه می سازد. در فرمان رئیس جمهوری افغانستان آمده است با در نظر داشت این که تمام مراحل فنی و تدارکاتی پروژه خط برق 500 کیلوولت از شمال به جنوب در 2.5 سال گذشته اجرا شده و به اساس یافته های کمیسیون ملی بررسی اوراق مربوط مراحل این پروژه از حالت تعلیق بیرون شده است. اعتراض ها نسبت به طرح تغییر مسیر این خط از بامیان به سالنگ زمان بالا گرفت که کابینه در جلسه 11 سور این تصمیم را تایید کرد و در پی اعتراضات آقای غنی در آستانه تظاهرات 27 سور کلیه امور مربوط به این طرح این پروژه را به تعلیق درآورد و کمیسیون را مأمور بررسی مجدد هر دو مسیر بامیان و سالنگ کرد. این کمیسیون در گزارش خود همچنان پیشنهاد کرده تا خط برق 220 کیلوولت که توان انتقال 300 مگاوات برق را داشته باشد از مسیر دوشی در شمال سالنگ به بامیان کشیده شود. پیش از آن حکومت اعلام کرده بود که این خط برق پیشنهاد را از جبلسراج و منطقه ناامن غوربند به سوی بامیان خواهد کشید که مخالفت شدید معترضان را در پی داشت. در همین حال احمد بهزاد عضو مجلس نمایندگان افغانستان و از رهبران معترضان در واکنش به پایان کار کمیسیون بررسی مسیرهای خط انتقال برق به بی بی سی گفت که معترضان پیشنهادهای این کمیسیون را قبول ندارند و افزود که به دلیل اینکه این کمیسیون اعضا و شرکای حکومت هستند و قبلا هم رهبران نمایندگان یا خود آنها تصمیم 11 سور کابینه را تایید کردند، پیشنهادهای آنها تحت تاثیر نظریات حکومت قرار دارد. آقای بهزاد کشیدن خط 220 کیلوولت با بامیان را هم خائنانه و مضحک خواند، چرا که به گفته او هزینه این طرح چند برابر بیشتر از تفاوت هزینه کشیدن خط برق 500 کیلوولت از بامیان نسبت به مسیر سالنگ است. این رهبر جنبش اعتراضی که خود را جنبش روشنایی میداند تاکید کرد که اعتراض ها در برابر تصمیم حکومت همچنان ادامه خواهد یافت و افزود که این اعتراض ها تا زمان ادامه خواهد یافت که حکومت خط برق 500 کیلوولت ترکمنستان را مطابق طرح جامعه برقرسانی افغانستان از طریق بامیان میدان به کابل بکشند. وزارت انرژی و برق افغانستان و ریاست برشنا که مسئولیت تامین برق در افغانستان را دارد قبلا اعلام کرده بود که راه سالنگ کوتاه‌تر و از نظر اقتصادی به صرفه‌تر می باشد و هدف این خط رساندن برق فوری به میلیون ها نفر در جنوب و شرق افغانستان است. معترضان این اظهارات مقامات افغانستان را رد کردند و گفتند که تصمیم تغییر مسیر این خط برق برخلاف توصیه های شرکت فنی آلمانی فشنر اتخاذ شده است و دلیل آن را برخورد تبعیض‌آمیز دولت با مردم مناطق مرکزی خواندند. و میپردازم به مرور به خبرگزاری صدای آمریکا. هبت الله آخوندزاده رهبر جدید طالبان تعیین شد. طالبان پس از 4 روز سکوت صبح روز چهارشنبه با نشر اعلامیه کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین این گروه را در حمله تیاره بی پیلوت قوای ایالات متحده آمریکا تایید کرده و به او لقب شهید امیرالمومنین را دادند. طالبان در این اعلامیه گفتند که ملا منصور روز شنبه در یک منطقه سرحدی در نزدیکی ریگستان قندهار و نوشکی بلوچستان در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شد. بر اساس این اعلامیه پس از کشته شدن ملا منصور شورای طالبان مولوی هبت الله آخوندزاده را به حیث رهبر جدید این گروه برگزیدند. در اعلامیه طالبان آمده است با دایر نمودن یک مجلس که از اعتبار شرعی اهل الحل و اهل العقد برخوردار بود، پس از تفکر عمیق، تدبر و در نظر گرفتن مصلحت‌های همه‌جانبه دینی و جهادی، جناب مولوی هبت الله آخوندزاده را به حیث زعیم جدید امارت اسلامی با اتفاق آرای تمام اعضای شورا تعیین نموده و من با ایشان بیعت نمودم. آنچه در اعلامیه طالبان به نشر رسیده بود به خوانش گرفتم.
از همراهیتان به دو ساعت برنامه آغاز روز سپاسگزارم.